مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم میکند. جلسه دوم مبحث درس اخلاق نگاهی تازه 47 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا وحبيبنا ابن قاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. در جلسه قبل ما کمی از قید و بند لفظ اخلاق و اصطلاح علم اخلاق خودمون رو رهایی بخشیدیم و کمی با کلیدی ترین مفهوم در این عرصه، یعنی مفهوم ایمان، قرابت بیشتری پیدا کردیم. دیگه به خلاصه مطالب جلسه قبل هم نمی پردازم، اما در این جلسه راه رو من یک مقدار روشن‌تر بکنم و هم موجب بشه انگیزه بیشتری برای حرکت در این راه پیدا بکنیم، هم موجب بشه که این راه رو بهتر بشناسیم و از نظر نظری هم آشنایی بهتر و اشراف بهتری به این مسیر پیدا بکنیم. مسامحتاً کلمه علم اخلاق رو یا درس اخلاق رو یا کلمه اخلاق رو استفاده میکنم. ما از حرفای جلسه قبل عدول نکردیم، میگیم جاش نبود از این کلمه برای این علم یا برای این حرکت استفاده بکنه انسان، ولی حالا فعلا مصطلح شده و رایج شده، به همین دلیل ازش استفاده میکنیم. چی شد که یه علمی به نام علم اخلاق مورد نیاز ماست، ولی مورد نیاز ما شد؟ از نظر تاریخی عرض نمی کنم. ما خواستگاه کار اخلاقی رو در وجود خودمون در چه می بینیم؟ زایشگاه و تولدگاه علم اخلاق در وجود ما چیه؟ چه چیزی موجب شد ما نیازمند به اخلاق، کار اخلاقی خودمون رو بدونیم؟ از ابتدا شروع میکنیم به تعریف کردن. خدا انسان رو آفرید به عنوان موجودی که بیشترین حظ و بهره را از خود خدا ببرد، یعنی بیشترین ارتباط و اتصال و تقرب را به ذات لایزال الهی پیدا کند. من کلمات رو کاملا حساب شده دارم استفاده میکنم. ارتباط، اتصال، تقرب. به تعبیر دیگر خدا ما را برای بهره بردن از عالم نیافرید. خدا ما را برای خودمان بودن و هر تعبیر دیگری که در این باره بتوان مطرح کرد، مثل خودشکوفایی و تعابیری که کم و بیش ممکنه درست هم باشه در جای خودشون، اما اینها غرض خلقت نبودن. ما را برای خودش آفرید، ما را به گونه ای آفرید که بتوانیم او را بهتر از هر موجود دیگری بفهمیم، بیابیم، ببوییم، ببلعیم، به هر تعبیری که میخواهید شما استفاده کنید، به خود او متصل بشویم. اولا با خود او مرتبط بشویم، بعد به خود او متصل بشویم، بعد در این اتصال به اوج بکشیم، به اوج برسیم، مقرب بشویم. چرا خدا ما رو برای خودش آفرید، نه برای بهره بردن از این عالم، مسلط شدن بر این عالم،
حیات کردن در این عالم، کمال یافتن در این عالم، عبارت هایی که من میگم هر کدوم در جای خودشون درستن ها، برای اینکه خود او قیمتش از همه عالم بیشتر بود و بیشتر است و عالم فرع وجود آدم است. چگونه فرع وجود ما هدف ما می شود؟ وجود ما در این عالم برای خود اوست. حالا خواهش میکنم این عبارت رو معنادار تلقی بفرمایید. خدا ما را برای خودش آفرید. از چه تعبیری میخواید استفاده بکنید؟ از اینکه خدا ما را آفرید تا به خدا معرفت پیدا کنیم. اگه منظورتون از اون معرفت همینه، درسته. که از معرفت هم منظور همینه و به همین دلیل هم درسته. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ليعرفون، یعنی همین. اگر منظورتون تعبیر دیگری میتونید به کار ببندید، مثل این که کمال در عبودیت، اگر منظورتون همین اتصال و تقربه، خب یعنی همین، درست. خب ما بعد از اینکه آفریده شدیم برای اینکه برای او باشیم، از او بهره ببریم، یک ویژگی دیگر هم در ما قرار داده شد. اون ویژگی، ویژگی فوق‌العاده است در وجود ما. اون ویژگی چیه؟ به ما امکان داده شد از طرف خداوند متعال که ظرفیت خود را برای این خدایابی، برای این اتصال و تقرب کم و زیاد بکنیم. ارادش دست خودمون باشه، اختیارش دست خودمون باشه. مدت زمان و مکانی که برای بکارگیری این اراده، برای افزایش و کاستن این ظرفیت به ما داده شد، حیات دنیاست. پس ما آفریده شدیم در دنیا. فلسفه این ظرفیت دادن چی بود؟ این ببخشید، این اجازه دادن به انسان برای اینکه خودمختار با اراده خودش، با آزادی خودش بتونه این ظرفیتش رو زیاد و کم بکنه، چی بود؟ این بود که ما هم توانستیم در عالم ارزش تولید کنیم، ارزش افزوده تولید کنیم، به تعبیر اقتصادی که تعبیر بسیار قشنگیه برای اینجا. من خیلی فکر کردم چه کلمی رو جاش میشه استفاده کرد. خدا به ما اجازه داد ارزش افزوده تولید کنیم، تصرف کنیم، ارزش افزوده تولید کنیم. وقتی به ما اجازه داد ارزش افزوده تولید کنیم، به خاطر اون اختیاری که داد که ما این ظرفیت رو افزایش بدیم، نه ظرفیت رو تعیین کنیم اصلا، نه افزایش بدیم، امکان برتر شدن ما از فرشته ها فراهم اومد. انسان چرا برتر است از فرشته؟ آیا فرشته های الهی نهایت، حالا یه تعابیری به کار میبرم که به ظاهر غلطه ها، ولی شما با مسامحه حرف بنده رو بپذیرید، نهایت قدرت خدا برای ساختن یک موجود پاک و لطیف که از خدا بهره ببرد، فرشته های الهی هستن؟ این تعبیر غلطه ها، ولی شما اینو فعلا با مسامحه از من بپذیرید، بعد اصلاحش میکنید. بعد خدا دید که من میتونم یک کسی رو بسازم، حالا البته بعد و قبلم دوباره زمان برای خدا خبر تصور نیست، ولی دیگه من اینجوری حرف میزنم. بعد خدا دید که من اگر یه موجودی رو بیافرینم که او هم بتواند
در جهت بهره بردن از من حرکتی از خودش انجام بدهد، این یک ارزشی در عالم تولید کرده است. این برتر خواهد شد از اونی که فقط من این ارزش ها را به او دادم. خدایی که قدرت دارد بهترین را بیافریند، انتخاب کرد این صورت را به عنوان صورت بهترین شد صورت انسان. شما دیدید من در آخرین عباراتم حرف اول رو ظاهرش رو نفی کردم. حرف اول من این بود که خدا نهایت قدرتش برای خلق یک موجود لطیف و نازنین فرشته بود. نه، نهایت قدرتش نبود، نهایت قدرتش انسان بود. پس ما در دو مرحله باید خلقت خودمون رو تصور کنیم. کما اینکه این حرفی که من دارم به شما میزنم ذوقی نیست، واقعا این اتفاق افتاده. مرحله اولی که در بهشت آفریده شدیم، مرحله دومی که هبوط کردیم، اومدیم تو دنیا، بعد تو این دنیا رو باید طی بکنیم بریم. این قابل تصور واقعیت حیات بشره. اومدیم در این دوران حیات دنیا که دوران ظرفیت سازیه. خب حالا برگردیم اون حرف اول و دوم رو با هم جمع کنیم. خدا ما را آفرید برای اینکه از خودش بهره ببریم، از خود او لذت ببریم و مقدار لذت بردن از خود او را در این دنیا بتوانیم ظرفیت سازی کنیم، با ظرفیت سازی خودمان تعیین می‌کنیم که چه مقدار باشد. تا اینجا دو تا مقدمه رو طی کردیم. مقدمه سوم، محل اتصال وجود ما به خداوند متعال برای بهره بردن از خدا، لذت بردن از خدا و هر نوع ارتباط و اتصال و تقربی. میدونید که این بهره دو سویه نیست دیگه، هم خدا از ما بهره ببره هم ما از خدا. میدونید چون نیست، من یه طرفه میگم بهره بردن ما، او خلق کرده ما بهره ببریم، اون که خودش یه سودی نمیبره که. ارتباط دو طرفه نیست از جهت بهره بردن، یه طرف است. ازا این کلمات رو من انشالله حساب شده دارم حرف میزنم، هر کنون میشه یه مقاله باش توضیح داد دیگه، شما خودتون استادید. محل اتصال با خدا، به خدا و بهره بردن ما و محل تقرب به خداوند متعال در وجود انسان کجاست؟ چون میدونید بخشای از وجود ما اقتضایی است، مثل جسم ما به اقتضای دنیا قرار گرفته این جسم، گرچه این جسم هم خارق العاده است ولی اقتضایی دیگه. هر بخشی از وجود ما بالاخره یه حکمتی داره، یه فلسفه‌ای داره. کجا در وجود ما؟ قلب انسان مرکز وجود ماست، مرکز وجود ما، یا به تعبیری روح انسان. به تعبیری اگر روح رو معنای اعم بگیرید، در روح قلب انسان مرکز روح انسان است. به بحث الفاظ هم نمیخوایم دوچار بشیم. یک باطنی انسان دارد که به احتمال زیاد باید نام اون باطن رو قلب انسان گذاشت. این باطن به صورت طبیعی ظرفیت ارتباط و اتصال و تقرب و بهره بردن از خداوند متعال رو داره، یعنی این باطن بسیار عمیق و ژرفه. چرا؟ چون خدا خیلی بزرگه، بی نهایته و له الاسماء الحسنا، همه خوبی ها در خداست. این ظرف باید با مضروب یه تناسبی داشته باشه، تلاعم هم که داره، یه میلی به سمت حضرت حق داره.
این عظمت داره. وقتی عظمت داشت به ما میگن که شما این ظرف ناشناخته و نامحدود وجود خودت رو آماده کن برای بهره بردن از آن خدایی که یه علم اجمالی ازش داری، یه ارتباط اجمالی در قلب خودت نسبت به او احساس میکنی. ما وارد دنیای ناشناخته ظرف و مظروف میشویم و طبیعتاً این ارتباط ناشناخته. من به این ظرف و مظروف ناشناخته برخواهم گشت که بر این ناشناخته بودن و بی‌نهایت بودن یک صفت دیگری به نام پیچیدگی اضافه بکنم و لایه لایه بودن، تو در تو بودن، پنهان بودن اضافه بکنم. ولی اجازه بدید ارتباط قلبی ما با خداوند متعال در حد اقل و حد اکثرش معمولا یکی دو تا تعبیر کلیدی بیشتر نداره. این ارتباط با خدا که هدف خلقت ماست، کلیدی ترین تعبیرش ایمانه. ایمان یعنی اتصال قلب به خدا. حالا تو این اتصال اتکا میکنه، پناه میجویه، مدد میطلبه، عشق میورزه، آرزو داره، میترسه، یا هر اتفاق دیگری بخواد در قلب بیفته، همه در کلمه واحدی قابل جمع به نام ایمان به خدا. ایمان یعنی اتصال قلبی. دوباره به ایمان برمیگردیم. ایمان پس قابل کم شدن و زیاد شدن. بله، ایمان حداقل ارتباط رو در بر میگیره که موقعی که کشتی طوفان زده میشه یه دفعه خودشو نشون میده، تا حد اکثر که امیرالمومنین میفرماد روز قیامت به ایمان من افزوده نخواهد شد. تو اون شرایطم قرار بگیرم همینه، من دیگه سقف ایمانو بهش رسیدم. وقت مراتب بالای ایمان از چه اصطلاحاتی معمولا استفاده میشه؟ یقین. مراتب بالای یقین از علم الیقین شروع میکنن تا عین الیقین تا حق الیقین، بازم هی همین بحثه، هیچ چی دیگه نیست. تعبیر دیگری غیر از ایمان استفاده شده در لسان روایات و مصطلح شده در برخی از معارف مربوطه به عنوان تعبیر کلیدی چیه؟ بفرمایید. معرفت. این معرفت با اون علم فرق میکنه، چه علم حسی و تجربی چه علم عقلانی. اینجا رو گاهی از اوقات معرفت رو در لسان روایات علم به قلب میدانند، شهود با قلبت آن را مشاهده کرده ای، حتی با زبان نمیتوانی آن را بیان کنی. گاهی از این ارتباط به معرفت یاد میکنند در حد اقل و حد اکثر آن. این از دو زاویه دیدن است. چرا اسمشو معرفت میگذارن؟ برای اینکه شما وقتی اتصال برقرار کرد قلبت، یه خود آگاهی پیدا میکنی نسبت به این ارتباط، نسبت به این تقرب، یه حس باطنی، شعور مرموزی به تو میگه چیزی هست، من دارم اون رو مییابم و میفهممش. چون این خودآگاهی در وجود ما به این اتصال و ارتباط
از نهانخانه دل به آن غرض هستی من تعلق پیدا میکنه، من میتونم اسمش بذارم معرفت. منتها میشه معرفت معناش چی میشه؟ یک شهود باطنی، میگن شهود عارفانه، مثلا عرفان شهود، اینا اصطلاحاتش از اینجا جوش میخوره. از حد اقل شروع میشه تا حد اکثرش. چرا ایمان میگن اسمش رو؟ به دلیل اینکه این اتصال قلبی بسیار ثبات بخش، امنیت دهنده به روح انسانه، قرار پیدا میکنه، قرارگاه دل انسانه، بهش گفتن ایمان. قرار دل بیقرار منی تو، اون به سعی بعدیش خرابش میکنه، به انگام غم غمگساره منی تو، صدش رو میاره پایین. ولی خب غمش رو خوب معنا کنید درست میشه، به انگام غم غمگساره منی تو، غمش همون بشنو از نیچون حکایت میکند مثلا باشه، مثلا از جدایی ها شکایت میکند اون باشه، مثلا نه به انگام غم با مامانم دعوا کردم تو کار کرده اینه که میای منو تسکین میدی. این غم سطحش رو پایین نیاریم، مثل دوم تناسب با مثل اول پیدا میکنه. چرا اسمشو ایمان گذاشتن؟ چون بیقراری رو از آدم میگیره. کدوم بیقراری؟ بیقراری که ناشی از اینه که انسان در جهت ارتباط و اتصال قدم بر نداره، سرگشته میشه، او رو ندونه، او رو نیابه، او رو غرض زندگی خودش نداند، سرگشته میشه. کلمه سرگشتگی، بیقراری، کلمه بسیار خوبیه. کفر هم با معرفت میخونه، پوشوندی، ندیده گرفتیش، نخواستی ببینیش، نخواستی شهود کنی. که بیشترم کلمه کفر مقابل کلمه معرفت شاید بشه گرفتش، معرفت باطنی و شهود قلبی، پوشوندیش، انکارش کردی. هم مقابل ایمان میشه آدم قرارش بده کلمه کفر رو، که طرف میاد چیکار میکنه؟ میاد انکار میکنه بیقراری خودشو، خودشو انکار میکنه. کسی که ایمان داره به قرار میرسه، کسی که کافره بیقراریشو انکار میکنه، چه واقعا موفقم میشه. وقت کافر حسابی کیه؟ کافر حسابی اینه که خیلی بیقراریشو انکار میکنه. درجه بندی اگه خواستید بکنید کفر کسی رو، ایمانو میشه درجه بندی کرد، کفر کسی هم خواستید درجه بندی بکنید، اینه لامصب خوشحالم هست. حالا اینجا یه تعابیر مامانی باید پناه برد، لامصب بیدین کوفت زهر مار گرفته، چه خودشو خوشبختم میدونه. این دیگه کافر حقه، حقیقتا کافره. کاش تو میگفتی که من بیقرارم، به خدای شما هم نمیتونم ایمان بیارم، به هیچی هم اتصال ندارم، معلقم در هوا. این کافر علکیه، یه ذره کافره، یه کمی تلنگر بزنی میفهمه کجا قرار باید پیدا بکنه. ولی لامصب قرار پیدا کرده جای دیگه، دروغ داره میگه، دروغگو کافر یعنی دروغگو، انکار میکنه، دروغ داره میگه. خب ایمان چی شد؟ ما جلسه قبل گفتیم که غرض کمال ما کمال در ایمانه، یعنی کمال در همون اتصال. هنوز من پاسخ ندادم که علم اخلاق چجوری تولید میشه. حالا علم اخلاق با مسامحه در تعبیر، اون بهسازی درونی چرا یک وظیفه مهمی است برای ما؟
سه تا مقدمه تا حالا گفتم یا چهار تا گفتم؟ سه تا گفتم. یکی مقدمه آخرمون ایمان و توضیح و تعریف اصطلاح ایمان و معرفت بود که یعنی همون اتصاله، اتصال قلبی. یکی اینکه این قلب بزرگه، پس درسته؟ چون بزرگه ناشناخته است، همه شما نمیتونیم بشناسیم، یه لایه نداره، درسته؟ چون باید ظرف و مظروف یکی باشه. یکی دیگه هم این که محل اتصال ما به خدا و بهره‌گیری ما از خدا قلب ماست. اون مقدمات اول رو هم که عرض کردم، ما اصلا برای چی آفریده شدیم، بعد اومدیم تو دنیا، آفریده شدیم برای چی، اومدیم تو دنیا، دوتا مقدمه ابتدایی و اساسی. بعد قلب محل اتصال، قلب پیچیده است، نام ارتباط قلب میشه ایمان، همش رو جمع کنیم میشه پنجتا مقدمه. حالا شما مؤمنی؟ یکمی موعظه‌ای صحبت کنیم. آیا من و شما مؤمنیم؟ چه میدونم، اولین اعتراف، اولین تواضع. چقدر ایمان داری؟ نمیدونم. کفرایی که تو قلب پنهان شده چی؟ پیچیده است. هیچ کس نمیتونه مقدار ایمان خودش رو راحت اندازه‌گیری کنه، مقدار کفر باطن در درون خودش رو راحت اندازه‌گیری کنه. بابا راحت کنید قصه رو، بیشید یه آدم حسابی یه نگاهت بکنه بگه نه، یا بگه ای چرا. این راه 100 سال، 100 سال میخواد بره شب اول قبل بفهمه چقدر کافر بوده چقدر مؤمن بوده، مو یه نگاه تشخیص میده. مقدار اتصال تشخیصش هم میدونه، دیگه کاری نداره که. الان یه الکتریسیته ساکن تو وجود یه کسی باشه، یه دستگاه به یه سیم بیش میزنن نشون میده، کاری نداره. خب معلومه اونا هم که اهل ایمانن، غرق تو این ارتباطن، میتونن میزان ارتباط رو تشخیص بدن، اصلا دیگه به صفاتش کاری ندارن. یه ضربه به اخلاق بزنیم، به ملکاتش هم کاری ندارن دیگه. چی شده که به اینجا رسیده؟ چه میدونم، چه اهمیتی داره؟ فضای مؤمنان درست بکنیم، همه 100% ایمانشون رشد پیدا میکنه. او انقدر پیچیدگی ها داره روح انسان، چون ایمان جایگاهش در قلبه و قلب خیلی با عظمت بزرگ و پیچیده است. پنهانکاری های قلب فراوانه، قواعدی بر قلب انسان حاکمه که به سهولت قابل کنترل، محاسبه، ارزیابی نیست، به سهولت حتی قابل تغییر نیست، به سهولت قابل تخریب یا حتی قابل اصلاح نیست. هر دوش به سهولت امکان نداره. فکر نکنید تخریب به سادگی امکان داره، اصلاح به سادگی امکان نداره. هر دوش به سادگی امکان نداره. اون کسی که خودشو خراب بکنه تلاش وافر کرده، خیلی زحمت کشیده. چون فکر کردی علیکی خودشو با یه دونه هوس خراب میکنه آدم، خدا میذاره، می قلبت اجازه میده، قوای دفاعی روح فعال میشن، پس میزنن، عالم هماهنگ با وجود تو، مگه اجازه میده؟ زحمت های شبانه روزی کشیده بدبخت اینقدر منحرف شده. ببین سادگیه. از اخو ما یه اشتباهاتی میکنیم. همین که شما بگی که خراب شدن خیلی آسونه، نظر دقیق فلسفی نداشته باشی، یه آثاری یه جایی داره. یکی از آثارش یأس بیجاست، یأس از حضرت حقه. بگذاریم قلب پیچیده است. حالا ما چه وظیفه‌ای داریم؟ ظرفیت ایمانی خودمون رو افزایش بدیم. با توجه به پیچیدگی‌های قلب، یه دستور کار طولانی سر راه ما سبز میشه به نام خودسازی اخلاقی کردن. با مسامحه کلمه اخلاق رو می‌پذیریم. درس اخلاق از اینجا آغاز میشه. مراقبت از اینجا آغاز میشه. خودسازی معنوی
از اینجا آغاز میشه، سیر و سلوک روحی و عرفانی از اینجا آغاز میشه. قصه این بود. آغاز یکی بود یکی نبود ما اینجاست. گریه های نیمه شب آغاز میشه. دستورالعمل‌ها پیچیدگی‌هاش به این دلیل باید مورد تحلیل قرار بگیره. از اینجا زجه زدن‌ها شروع میشه. از اینجا ابتهاج‌ها در اثر یک ذره تقرب به خداوند متعال آغاز میشه. چون تقرب به خدا امر قلبیه، امر احساسات برانگیزه، هیجان آفرینه، سرد نیست. اعماق وجود انسان رو درگیر میکنه با خودش، آدم زیر و بالا میشه. یک ذره اتصال به خداوند متعال. شما ببینید یه دختر و پسر با هم آشنا میشن، قلبشون میلرزه. میگه علامت عشق اینه که قلب آدم بلرزه. این دو تا جوجه با هم ارتباط پیدا کردن، قلبشون میلرزه. حالا انسان با خدا قلب نلرزه؟ میشه. رابطه ما با خدا یه رابطه حقوقی نیست. میگرده دنبال عشق، میگرد چون عشق ناشی از لرزش قلبه. قهقه و خنده ربطی به لرزش قلب نداره. پیچ و شکنهای ذهنی خنده رو ممکنه موجب بشن و اعماق روح آدم ارتباطی ندارن. آه باز اعماق روح انسان ارتباط داره، عشق ارتباط داره. بحث غم و شادی نیست. اینجاست که مراقبت کردن در عمل بابش باز میشه. وای من این کار رو غفلت کردم، آخ من غفلت کردم. میدونی معناش یعنی چی؟ از اینجا بحث آغاز میشه. مراقبت از غفلت نکردن، تمرین، ممارست شروع میشه. چون شما وقتی یه کار خوبی رو شروع میکنی، خب حالا تو شروعش معلوم نیست که چه خبره. نه آقا، ما با انگیزه بالایی شروع کردیم. عزیز من تو قلب هنو نشناختی، بذار خسته شدی بهت میگم. چون یه دورانی داره، پارسال توی جلسه انسانشناسی با رفقا بحث میکردیم و میگفتیم گرایش های قلب حالت دورانی دارن، میچرخونن یه چیزی رو، مثلا گویی رو بچرخونن یا یک چرخی رو بچرخونن، هر لحظه یه قسمتش میاد رو. درسته؟ قلب انسان هم میچرخه، نو آسیاب به نوبت. علاقه به بدی های تو الان رفته، علاقه به خوبیات اومده، الان میاد. کم دیگه صبر کن، علاقه به بدی میاد دوباره رو. دوباره فیلش یاد هندوستان میکنه، میگه حاج آقا توبه کرده بودم، پدرم در اومده بود، دوباره آدم بدی شدم. و میچرخه دیگه، تو که خودتو نساختی که. تو از وضع طبیعی قلبت فریب خوردی، فکر کردی آدمی. نه و این میاد میگذره. گفت اومده بود یه جوونی پیش من، میگفت خیلی مشتاق حضرت شدم، بعد دیگه دارم هلاک میشم، نام حضرت رو میارم. من بهش گفتم خوب میشی، ناراحت نباش، خوب میشی، من هیچ کاری هم نکنی خوب میشی، یه عذیتت نمی کنه. چند وقت بعد دیدمش، گفتم خوب شدی؟ گفت آره خوب شدم. دلیل نمیشه که آدم. آقا بحث معلوم شد از کجا باید آغاز بشه؟ بحث اخلاق از اینجا آغاز میشه. ولی در مقام عمل، در مقام مراقبت، در مقام اعمال این توجه، در مقام همین چیزی که گفتیم، نمیخوام در هیچ تعبیری محدودش بکنم، شما یک تعریفی براش به کار بگیرید. در مقام تحقق هدف خلقت انسان، در مقام تقرب به خداوند متعال، در مقام تشدید اتصال، در مقام افزایش، اینا همش درسته ها، ببینید بر اساس همین مقدمات، افزایش ظرفیت اتصال با خداوند متعال، در مقام تقویت ایمان، در مقام
تقویت معرفت و شهود هرچه بیشتر ارتباط با خداوند متعال در اعماق دل، در مقام ظرفیت سازی در قلب و روح برای ایمان و معرفت به خداوند متعال، در مقام پاکسازی روح دل از بدیها و پلشتیها و کاستیهایی که در گوش و کنار پنهان کرده، در مقام خودسازی و رشد روحی، در مقام سعی وجودی پیدا کردن، باید آدم چیکار بکنه؟ همه تعابیر مختلف یک حقیقتن. در مقام این چیکار باید کرد؟ باید یک سلسله دستوراتی رو رعایت کرد، با نظم یا بی نظم. از اینجا قسمت دوم کلام رو شروع میکنی. از کجا باید آغاز کرد؟ فرض بفرمایید ما هدف رو شناختیم، بستر رو شناختیم، ابزار رو هنوز البته نشناختیم، یعنی بحث نکردیم ازش. حالا میگیم از کجا باید آغاز کرد؟ دو تا پاسخ داره. یکی این که نظم خاصی نداره، به هر دستوری رسیدی، چون خود این دستور غرض که نیست که، به هر دستوری رسیدی این دستور رو یه جوری منصفانه، یه جوری با وجدان، یه جوری صادقانه، یه جوری با نیت مخلصانه، یه جوری با معرفت و هوشمندی و دقت این دستور رو انجام بده. فرق نمی‌کنه این دستور باشه یا دستور دیگه، آن درون قلب شما پاک می‌شود. پاک که شد اثرش رو هزار جای دیگه نشون میده. آقا ما از اسراف شروع کنیم یا تواضع، از تلاش برای درس خواندن شروع کنیم یا از کم خوردن، از کجا آغاز کنیم؟ یه پاسخش اینه که فرقی نمیکنه، چون غرض بهسازی قلبه و هر عملی رو شما انجام بدید میره اونجا اثر خودش رو نشون میده. یه دشمنی در درون وجود انسان هست، حالا تعبیر از نفس بشه یا هر تعبیر دیگری، گرایش های بد، خودخواهی، هر تعبیر دیگری میخواید به کار ببندید، این بدی پنهان در وجود انسان ضربه میخوره. یه شلیکی به مغزش، صد تا شلیک که بکنی اون ضعیف شده دیگه، هر بیماری دیگه هم داشته باشه نمیتونه این موجود ضعیف این بیماری رو در تمام فضای قلبی شما پخش بکنه. فقط صادقانه بزن. در این پاسخ که معلوم نیست از کجا باید آغاز کرد، بذارید من حرفمو تا همینجا تموم کنم. یه پاسخ دیگه‌اش اینه که میشه تعیین کرد از کجا آغاز کرد، اگر میشه از کجا، اینو بذاریم برای جلسه بعد. هر دو جوابم درسته ها، ولی حالا در این بخش من عرضم رو تمام بکنم. از کجا باید آغاز کرد فرقی نمی کنه. مواظب باش، ابلیس یکی از مکائدش اینه، میگه حالا فعلا که تو که نمیدونی از کجا باید آغاز کرد، اما تو که مطمئن نیستی که دقیقا این همون راهیه که باید بری یا نه، وقت نمیذاره محکم قدم برداری، بازیت میده. من همیشه به دوستان خودم توی حوزه یا تو دانشگاه هم شده گاهی از اوقات گفتم، میگم طلبه ای که از برنامه درسش ایراد بگیره هیچی نمیشه، هیچی نمیشه. چرا؟ با اطمینان قدم برمیداره. شما هرچی گذاشتن جلوت، ممکنه نظام درسی ایراد داشته باشه، تو این نظام درسی ایراد دار میدونی تو کی موفق میشی؟ وقتی محکم قدم برداری، هر چی بهت گفتن عمیق بفهم، مجتهد میشی، خلاق میشی، تولید کننده علم میشی، برو کشتی بگیر. تو چی کار داری؟ اونایی که برنامه‌ریزی آموزشی هستن اونا باید قصه‌شو بخورن. الان نگاه میکنی هر طلبه اومده میگه آقا آیا درسته؟ ببین تو سوال میکنی مال تنبلیه، تو سوال میکنی اثرش زیر در روییه،
تو سوال میکنی برای این که وجدان خفه کن داری میذاری، که از این که دقیق خوب درس نخوندی زیاد از آب وجدان اذیتت نکنه. تو سوالت مخربه، تو سوال نکن. به تو چی کار داری؟ تو کارتو بکن. بعضی وقتا از مکاید ابلیس اینه که بگو من از کجا آغاز کنم. به تو چی کار داری؟ هر چی دم دستته درست عمل کن. غرض یه چیز دیگه است، غرض درست کردن اون دله. بعضی وقتا نرید تو این نقشه که من از کجا باید آغاز کنم. این یکی از راه‌های تسویفه. تسویف یکی از مکاید شناخته شده ابلیسه، یعنی به عقب انداختن. حالا من که فعلا نمیدونم. من میدونی هیچی کم نداری. از همین لحظه رفقا، از همین لحظه تصمیم بگیرید آدم بشین. از همین لحظه عقب نندازید. همه چی مهیاست. کلاس نمیخواد، کلاس اخلاق بعدی نمیخواد. از همین لحظه شروع کنید. از این نماز. نه من باید برم مقدماتی رو فراهم کنم. هیچ مقدمه ای نمیخواد. واقعا این حرف جواب من درسته. همین الان بگو هیچ مقدمه نمیخواد. یکی دو تا صفت بد تو قلبت لو میرن، بزنشون. الان هیچی نمیخوای. دین اینجوریه. از نماز ظهر و عصر امروز آغاز کنید. آقای بهجت یه بار به من میفرمودن که به بنده میفرمودن معمولا ازشون سوال میشه، خب میشن میفرمان که همه رو میدونیم. یه تعبیر دیگری از همین حرفه که ببین همینه که میدونی اجرا کن. ایشون برای بنده دیدن من نادانتر هستم، نمیدونم به چه دلیلی توضیح بیشتری میدادن. در یک قدم زدنی که خدمتشون رسیده بودم فهمدن که میدونیم دیگه، نمیدونیم میدونیم چی رو نمیدونیم. من ببین چقدر ما خیلی چیزا رو میدونیم، همینا بسته دیگه، چیز دیگه هم میخواد. اینقدر با مهربانی و خنده اینو میگفتن که دیگه نفس اماره ما هم داشت تسلیم میشد، نزدیک بود آدم بشیم. ولی خوشبختانه ما تونستیم زود ازشون فاصله بگیریم و هویت پلید خودمون رو حفظ کنیم. داشتشون رو ما اثر میذاشت. میدونیم دیگه، بهونه نیار. اصلا نمیدونیم یه بهونه است. از کجا آغاز کنیم شده یه بهونه. هیچی کم نداریم. نمیدونم شده یه بهانه برای بی ایمانی ما. او میدونم باید درست بشم. همونایی که جسته و گریخته به گوشت رسیده از نظر نظری هم قابل دفاعه، با اصلاح هر کدومش کل اصلاح میشه، مرکز اصلاح میشه. یه فیلم سینمایی یه جایی ساخته بودن، من یادم نیست اینو توی دانشگاه دیدم، توی تلویزیون دیدم، یادم نیست. یه کسی تروریست بود، حالا یا مثلا هر اسم دیگری، از توی تلویزیون به هنگام پخش مستقیم یه دستگاهی رو اختراع کرده بود، اون کسی که داشت صحبت میکرد و میکشت. یعنی از همین طریق امواجی که اینوری میومد اونوری میزد. لذا دیگه تلویزیونی ها جرأت نمیکردن که پخش مستقیم داشته باشن. یعنی اولاش که نمیفهمیدن که چی شد یه دفعه این آدم مرد، متلاشی شد. جالب، داستان جالبی درست کرده بودن. من همون جا یاد این قصه اثر عمل بر گرایش افتادم. اون منشأ رو بزنی، منشأ هزار تا بدبختی دیگه هم هست دیگه. زدیش از همین جلوه، محل جلوه کردن اون مرکز رو زدی. بذار شما از دم دستتون هر چی کار خوب رسید انجام بدید، نظم نمیخواد. گفت هیچ ترتیبی و آدابی نجوی. من میگم هیچ بهانه ای نجوی. راه همینه که باید محکم قدم برداری. از هر لحظه‌ای که متنبه شدی، از هر لحظه‌ای که متوجه شدی، همون نقطه آغاز توه.
همون نقطه آغازته. 20 میلیون مرتبه خدا بهترین نقطه های آغاز رو متنوع در مقابل ما قرار داده و ما در نظر نگرفتیم، رد شدیم، خرابش کردیم. انشاءالله دلهای نورانی شما بتونه به کمک همه ما بیاد و بر این محیط نورانی و در کنار نیتهای نورانی شما بتونیم هممون از این مقدار نورها بهره بگیریم و جلو بریم. گاهی اینقدر آدم شدن آسونه و آسون به نظر میاد که انسان فقط باید حسرت طولانی بخوره و این حسرت طولانی رو هرکی تو این دنیا نخوره، اون دنیا وقت کافی خدا روز قیامت بهش داد خواهد داد در صحرای محشر. میگه تو بشین 2000 سال دیگه امتحانت میکنم. میگه آب برای چی؟ میگه تو این 2000 سال حسرت کم خوردی، بخور اینجای کمی جبران بشه، اینجا آدم حسرت بخور. و من یه حسرت قشنگ به شما پیشنهاد بدم، بخورید، این خوبه، برای ویتامینش خیلی زیاده. یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزن عظیما. این حسرت حسرت برجسته است. ای کاش من با حسین بودم و با حسین جان داده بودم. این حسرت رو هرکی خورد روز قیامت نمیذارم پیشنه حسرت بخوره، میگن تو حسرت قشنگ اونجا خوردی، بیا برو زود میبرنش. و واقعا آدم حسرت بخوره با بگو خدا نگاه کن، برای شما کاری نداشت، منو جای حبیبت به مزار به دنیا می آوردی، جای زمان جای جون اون زمان همونجا به دنیا می آوردی، چه اشکال داشت؟ ترسیدی من آدم نشم بشم قاتل امام حسین؟ مرغ خیال کس را کس بال و پر نبندد، هر جا پرد بر او کس راه گذر نبندد. خیال خدا به ما داده برای همین مصارفش. چقدرم قشنگ. خدا ما رو با امام حسین محشور بگردان، در فرج مولامون تعجیل بفرما، صلوات خط بفرما.